ما انسانیم و حق من و توست تا از حقوق اولیه و ذاتی خود آگاه باشیم، مانند حق برابری و عدم تبعیض، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی پوشش، حق برخورداری از بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، حق آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه و بسیار موضوعاتی که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه خاص قرار گرفتند. حق من و توست که از حقوق ذاتی خود آگاه باشیم. با ما همراه باشید در برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. به رسمیت شناخته شدن حق همه گروه های انسانی برای کاربرد آزادانه زبان مادری در تمام عرصه های زندگی شعاری بنیادین است که به روز سوم اسفند برابر با 21 فوریه روز جهانی زبان مادری معنا می بخشد. ایران سرزمینی با تنوع ملی، قومی و زبانی بالا، تنوعی که از تجربه نزدیک به 100 سال سیاست های همسانسار آسیب بسیاری دیده است. اکنون و در قیاس با 100 سال پیش، برخی از زبانها و گویش‌های رایج در ایران به دلایل مختلفی از میان رفته یا در خطر جدی مرگ قرار دارند. برابر با اطلس زبانهای در خطر یونسکو، بیش از 20 زبان از مجموعه زبانها و گویش‌های فعلی رایج در ایران آسیب پذیر یا در معرض خطر مرگ هستند. با این مقدمه برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. درود می‌فرستم به همه شما دوستان عزیزی که شنونده برنامه امروز ما هستید. با بخش دیگر از برنامه دریچه رو به آگاهی به همراه میهمانان گرامی این بخش با شما عزیزان همراه خواهیم بود. موضوع برنامه امروز ما ایران و زبان مادری است. ابتدا مطابق معمول هر برنامه با میهمانان این بخش آشنا می‌شیم. در خدمت بانو سوسن بهار هستیم، تلاشگر در عرصه دفاع از حقوق کودک و جناب منوچهر شفایی، پژوهشگر و فعال در زمینه حقوق بشر. من میفرستم حضور شما عزیزان از اینکه این وقت رو گذاشتید و با ما همراه خواهید بود. سوال اول رو از بانو بهار عزیز میپرسم. بانو بهار، لطفا برای شنوندگان توضیح بفرمایید که چرا زبان مادری اصلا مهم و با ارزشه و چطور ما باید قدر و منزلت اون رو حفظ بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. خب من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مرادی بسیار عزیز، آقای شفایی و دوستان دیگر، و آرزوی موفقیت میکنم برای شما تو این کار خوبی که انجام میدید. واقعا قابل تقدیر زحماتی که میکشید و امیدوارم که موفق باشید در پیشبرد و ادامه اهدافتون. بعد از اون میخوام سلام عرض کنم خدمت شنوندگان این برنامه و تبریک بگم روز جهانی زبان مادری رو به تمام عزیزانی که تو این زمینه فعالیت میکنن و یک دنیای زیباتری رو برای کودکان با این تلاششون در واقع به تصویر میکشن. من عوض میخوام یه مقدار سرما خوردم، اگه صرفه میزنم واقعا هم از شما هم از شنوندگان معذرت میخوام. راستش اهمیت زبان مادری، من سعی میکنم خیلی خلاصه به سه تا موضوع که نتیجه تحقیقات خیلی زیادی تو این زمینه اخیراً در سال 2019 اولین سمپوزیوم یا کنفرانس اهمیت زبان مادری و حفظ اون در استرالیا تشکیل شد که چند تا محقق به نکات بسیار
جالبی اونجا اشاره میکنه. اما چرایی این برگزاری کنفرانس ها تو هر کدوم از این کشورهایی که مثلا فرض کنید در جامعه سوئد، وقتی که بچه های من کوچولو بودن و به مدرسه میرفتن، در زمان 4 سالگی دختر من در مهد کودکشون 137 تا زبان بود و واقعا غیر قابل تصور هست چنین چیزی. اما روزنامه ها با مدیر اون مهد کودک مصاحبه کرده بودن و این رو منتشر کرده بودن. از اونجایی که سیاست های دست راستی همیشه در حال زدن بودجه هاست، یکی از مسائلی که داشتن میخواستن در موردش محدودیت ایجاد کنن همین داشتن معلم زبان مادری در مدارس برای بچه های غیر بومی ساکن سوئد بود، که خب با واکنش بسیار شدید سازمان مدارس در درجه اول، معلم های زبان مادری، محققا و پژوهشگرا تو این عرصه روبرو شد. 3 تا عامل اصلی رو در مورد اهمیت زبان مادری تو کل این کارهای تحقیقی و حتی خود آدم در تجربه کاریش میتونه در نظر بگیره. یکی مسئله هویت. زبان مادری یه بخشی از هویت انسانی هر کسی در همه جای این دنیاست. برای اینکه با این زبان میشه، با این زبان به دنیا میاد، اولین کلمات محبت آمیز رو با این زبان میشنوه، لالایی رو با این زبان میشنوه و اساسا دانشش به این زبان شکل میگیره. دانش به معنی آگاهی عمیق نه، حتی اینکه مثلا دست نزن جیزه و یا اینکه دوست دارم. بنابراین یه بخشی از هویت انسانی میشه که اون وقت از همینجا عامل بعدی عامل احساسی، حسی و روانی است که دقیقاً با فراز و فرودهای آواهای این زبانه که هر کدوم از ماها اخطار رو گرفتیم برای انجام کار غلط، اخطار رو گرفتیم برای اینکه چیزی خطرناکه، مورد محبت و ملاتفت و عشق قرار گرفتیم، برای ما قصه گفته شده. خیلی معذرت میخوام، در بهترین حالت و حتی حالا از جنبه‌های تنبیهی و کلمات خشونتبار تو این لحظه میگذرم، ولی حتی همونا هم بخشی از داده های ذهنی هر موجود زنده ای رو تشکیل میدن. بنابراین عامل سوم که اگه خدمتتون تقدیم کردم، من یه مصاحبه داشتم روز 21 فوریه با آقای علی صداقتی خیاط که در واقع بنیانگذار یک روش نوین آموزش سریع سواد به کودکان و بزرگسالان هست که از طرف بچه های کاریشون در ایران عمو خیاط لقب گرفتن. عمو خیاط بدون خودشون البته جامعه شناسی رو در فرانسه تحصیل کردن، اما سالهای ساله که دارن با بچه های کار در ایران در امر آموزش کار میکنن. عمو خیاط یک نکته بسیار جالبی رو اشاره کردن و اون اینه که بچه دو زبانه باهوشترم میشه چند زبانه ها، و این رو نتایج تحقیقات علمی نشون داده. کودکی که به زبان مادری خودش تسلط داشته باشه، بتونه بخونه و بنویسه، به مراتب زبان دوم رو بهتر فرا خواهد گرفت و گنجینه اطلاعاتش بیشتر خواهد شد، به اضافه که مغزش پذیرش فراگیری بیشتری رو پیدا میکنه. اما خیاط یه مثال خیلی قشنگ زده که شاید شما فایلش هم پخش کنید در برنامه تو، من برای خدمت شما تقدیم کردم، که یه بچه چند زبانه، چون ایشون اشاره میکنه به بعضی از بچه های بلوچ که چندین زبان رو با هم بلدن، باهوشتره به خاطر اینکه وقتی میگی درخت، 3 مفهوم در 3 زبان 3 تا واژه
مختلف رو برای یک شی مشخص این بچه در ذهنش متبادر میشه. و ما امروز میدونیم که آخرین تحقیقات علمی نشون داده که مغز انسان هرچی که بیشتر تمرین کنه ظرفیت و گنجایش فراگیریش بیشتر میشه، به ویژه در زمینه زبان. من با اجازتون صحبتم رو اینجا قطع میکنم، اگر دیگه یا در طول بحث بعد از صحبتهای آقای شفایی عزیز یا دوستان دیگه صحبت میکنم. یه جنبه اجتماعی دیگه هم هست تو این مسئله، برخورد جامعه و حتی والدین به این امر مهم، که اجازه بدید تو نوبت بعدی خدمتتون عرض کنم. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. با اجازه شما من صحبتم رو اینجا سپاسگزارم از شما بانو بهار عزیز، از توضیحاتی فرمودید و در ادامه صحبت میگیریم موضوعات پیرامون این قضیه رو. در خدمت مهمان دیگر برنامه‌مون هستیم، جناب منوچهر شفایی. جناب شفایی بسیار خوش آمدید به این بخش از برنامه‌مون. می‌خوایم در خصوص زبان مادری، آیا قانونی یا اصلی در کلان قانون وجود داره؟ اگر لازم هست که لطفاً به این مورد اشاره داشته باشید، و اینکه تا چه حد اهمیت داده شده در جمهوری اسلامی به این زبان، آیا تا کنون عملکردهایی در این راستا انجام شده یا خیر؟ بفرمایید، خواهش میکنم. با سلام به خدمت خانم بهار، خانم مرادی، جناب پرویزی عزیز و شنوندگان این برنامه. عرض کنم در رابطه با زبان مادری که به هر حال خیلی خوب خانم بهار توضیح دادن به ارزشش، و منم ممنونم که یه بخشی از کارهای من رو کم کردن، ولی مطلبی که میخواستم اضافه کنم این بود که بله، زبان مادری در ایران طبق قانون اساسی بهش توجه شده و راجبش صحبت شده طبق اصل 15 قانون اساسی، و به عنوان یک کنوانسیون و یک قرارداد بین المللی در واقع در سال 96 به امضا در اومده. البته یه تاریخچه ای داره خود این به امضا رسیدن و به یک شکل در آمدنش تا سال 96 که انواع و اقسام هست که وقت شما رو نمیگیرم که بخوام دونه دونه صحبت بکنم راجع بهشون، ولی خود ایران در واقع متعهد هستش به انجام اجرای قانون، به مورد قانون باید این زبان مادری رو اجرا بکنه، برای اینکه در خود میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که در سال 66 امضا شده ایران امضا کرده، مجلس تصویب کرده، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی هستش که باز اونجا هم نوشته شده و امضا شده، یعنی ما حتی میتونم مثلا اصولش هم براتون بگم، عرض کنم که کاملا حق آموزش به زبان مادری قید شده، و عرض کنم که در اعلامیه جهانی حقوق زبان مادری هستش که زبانی هستش که اونجا به وضوح گفته شده که به اصطلاح در سال 96 و در 52 ماده در واقع تصویب شده این کنوانسیون. بعد ببخشید در رابطه با من یه لحظه، بله، در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک دقیقاً قید شده که در سال ایران هم امضا کرده، این هم در واقع مشخصاً امضا شده و اعلام کرده کشورهایی که اقوام مختلف داره و پیروان دینی و مذهبی دارن و منشأ بومی وجود داره، کودکان حق دارن که یعنی بایستی با همون زبان مادریش رو شروع کنن. در خود کنوانسیون سال 96 هم به وضوح گفته شده که بایستی کودک تحصیلش رو با زبان مادری خودش آغاز بکنه و بعداً بخواد زبانهای دیگه بگیره. و من خیلی ممنونم که خانم بهار به خوبی اینو توضیح دادن، چون به هر حال خیلی مبحث مهمیه که کسی، چون که از ایراداتی که به داشتن یک زبان در واقع
مرکزی در واقع داشتن زبان مرکزی که میگن زبان کل کشور است، که مثلا ما فارسی در ایران داریم، این به نظر من یک اشکاله، برای اینکه کسی که با زبان مادری خودش تا 6-7 سالگی زندگی کرده، دفعتا وارد مدرسه میشه به یک زبان دیگری با یک خط و با یک نوشتار و یک لهجه دیگری باید صحبت بکنه، و این در واقع باعث یک رکود ذهنی میشه. در صورتی اگه با زبان مادری خودش حرکت کنه و صحبت بکنه و بره جلو، و بعد از 2-3 سال که زبان مادریش رو جا افتاد براش، زبان دیگری رو به راحتی همونطوری که فرمودید آموزش میبینه، میتونه کار بکنه، میتونه صحبت بکنه. در صورتی که اگه با زبان مادری بیاد تا دوره دبستان و بعدش با زبان جدیدی رو شروع بکنه، یک افت تحصیلی خواهد داشت. اینو ما در تحقیقات دیده شده که کسایی که این حالت رو دارن عملا مشکل پیدا میکنن. این یه مسئله است که به نظر من باید بهش دقت بشه. و برای اطلاعتون، چون خود ایران این کنوانسیون های میثاق بین حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی اجتماعی رو امضا کرده، وظیفه داره که حتما اینا رو آموزش بده و آموزش زبان مادری اتفاق بیفته. البته متاسفانه یک معطی که پراکنده گویی میکنم، به این دلیل که هی ذهنم به جای دیگه ای میرسه. متاسفانه در جامعه سیاسی ما وقتی راجع به زبان مادری صحبت میشیم، میگیم که باید هر کسی با زبان مادری خودش صحبت بکنه، بلافاصله یه عده‌ای میگه ای یعنی میخواین تجزیه کنید. یعنی این در واقع اون نگاه ناآگاهانه به قضیه است، در صورتی که اصلا بحث تجزیه وجود نداره. زبانی است، وجود داره، باید احترام بهش گذاشته بشه. این زبان باید رشد بکنه، باید با این زبان باید قواعدش استفاده بشه. یه سری آدم‌ها، انسان‌ها هستن که معتقدن با این زبان میتونن راحت صحبت کنن و باید این کارو بکنن. و متاسفانه این یکی از اشکالاتیه که جامعه سیاسی ما باعث میشه که دوچار حادثه بشه، و این اندیشه ها متاسفانه باعث از بین رفتن بسیاری از زبان ها هستند، کمان که در همین کشور خود ما که زبان ها و عرض کنم لهجه های مختلف وجود داره، عملا داره دوچار رکود میشه، داره دوچار حادثه میشه. الان هم داریم فعالان حقوق بشری یا فعالانی که در رابطه با حقوق زبانی دارن کار میکنن در زندان هستن و از کنم مشکلاتو دارن. یکی از مسائلی که باعث از بین رفتن یعنی ذهنیت برای زبان مادریه اینه که خب در واقع بعضی از دولت‌ها دلشون میخواد که جامعه رو یکسان بکنن، یک شکل بکنن، و میگن با یکسان شدن جامعه خب همه بهتر هم دیگر رو میفهمن. در صورتی که بحث ما بحث اینه که اگر یک کسی در کودکی با زبان مادری صحبت بکنه و رشد همینطور که خانم بهارم فرمودن بتونه ذهنش قوی تر بشه، بتونه یادگیریش بهتر بشه، خب میتونه نتیجه بهتری بده، ثمر بهتری بده. و این یکسانسازیه که حادثه ایجاد میکنه. و یه بخشی هم اینه که میگن که چون بازار جهانی در واقع وجود داره، ما برای اینکه بتونیم با زبان در واقع با زبان اقتصاد جهان بخوایم به همراه باشیم، خب باید ما یه زبان واحد داشته باشیم. میدونید اینها در واقع یه سری حادثه است که عملا به نظر من میتونه اینا یه ابزاری باشه در اختیار کسانی که نگاه‌های دیگری به انسان دارن و علاقه‌مندن که بتونن خودشونو حاکم بکنن و بتونن قدرت رو در اختیار بگیرن. یعنی من خیلی گذرا میگم در رابطه با این موضوع و عبور میکنم. یک مسئله که من علاقمند بودم بگم اینه که ما در ایران طبق اصل 15 حتما بایستی زبان مادری تدریس بشه، و بعضی وقتا که عملا اتفاق نمیفته، تمام به زبان فارسیه، تمام کتاب ها به زبان فارسیه، و این اون حادثه ایه که خدمتتون عرض کردم. من نمونه زندهش پسر عمه من، خب من دور کستم، پسر عمه من به من وقتی صحبت میکنه میگه
تو رو خدا با من فارسی حرف نزن، من وقتی صحبت میکنم 4-5 کیلو لاغر میشم. چرا؟ چون زبانی بوده که خب زبان مادریشه، با این زبان هم درس خونده، تحصیلات عالیه داره، ولی واقعا نمیتونه، یعنی واقعا سخته براش. چرا؟ چون اصل زبانش که زبان مادری فراموش کرده، نه که فراموش کرده، هست، زبان مادریش هم هست، ولی صحبت کردن با زبان دیگه براش سخته. مثل ما که الان خارج از کشور هستیم، الان من بخوام مثلا به زبان آلمانی حرف بزنم، پوست خودم میکنم تا یه 4 کلمه بگم، یا حتی به انگلیسی که روونتر حرف میزنیم، من باز پوست خودمونو میکنیم تا 4 کلمه به یه کسی تحالی کنیم که آقا ما داریم به سراج به این موضوع صحبت کنیم. این مورد من مطرح کردم و اگر اشکال نداشته باشه یا وقت من گرفته باشه آماده باشید، من مایک آزاد میکنم خانم بهار توضیح بدن، بعد من میتونم نمونه‌های مثال زیادی بیارم، برای اینکه خیلی ها مدعی هن که اگر یک زبان واحد نداشته باشیم جامعه چجوری میتونه درست فکر بکنه، که من مثال های مختلف دارم و میتونیم بعدا راجع به اونم صحبت بکنیم. سپاسگزارم از شما جناب شفیع، توضیحات شما رو هم شنیدیم پیرامون موضوع زبان مادری. مجددا در خدمت بانو بهار عزیز هستیم. بانو بهار، در ابتدای صحبتتون به اولین کنفرانس اهمیت زبان مادری در استرالیا اشاره فرمودید. شاید برای شنوندگان جالب باشه که بدونن موضوع و پیرامون چه مسائلی بوده، این رو اگر مایل باشید در میان بگذارید با شنوندگان محترم. و سوال دوم که در کنار این مسئله میخوام مطرح کنم که جناب شفایی هم در صحبتشون اشاره داشتن، اینه که نظام سیاسی حاکم در ایران، حالا با توجه به ضرورت انکار ناپذیر کاربرد زبان مادری در نظام آموزشی از یک طرف و تاثیر سیاست های چند زبانی که در تقویت همگرایی ملی بسیار اهمیت داره از سوی دیگه، چطوره که با سیاست های چند زبانی در ایران مخالفت میکنن؟ این دلیل مخالفت از کجا ناشی میشه؟ بفهمید خوش میکنم. آقای شفایی عزیز به نکات بسیار درستی از جنبه حقوق، حقوق بشر و حقوق کودکان و همینجور مدخل بحث اجتماعی این موضوع رو شروع کردن توضیح دادم، ازشون ممنونم. در مورد کنفرانس استرالیا که در واقع ریسرچ نتورک کنفرانسی بوده در مورد سوشیال اند افکتیو فاکتورز این هوم لنگویج، که تو این کنفرانس در واقع محققا و پداگوگای برجسته ای شرکت کردن و اهمیت حتی ترجمه و تکلم به زبان مادری در رشد شخصیت، هویت و توانایی کودکان رو مورد بررسی قرار دادن. که خب حالا از حوصله این برنامه خارجه، اما من سعی کردم آدرس رو اینجا بنویسم که دوستان اگه میخوان تو این زمینه، به خصوص آقای شفایی، میخوان کار تحقیقی تو این زمینه بکنن، بتونن از آرتیکل هایی که تو این سمپوزیوم مطرح شده استفاده بکنن. در مورد سوال شما خانم مرادی عزیز، راستش ببینید، یه دلیل میتونه مثلا در حالت عادی، یعنی چجوری بگم، متعارف مسئله اقتصادی باشه. مثلا جامعه سوئد اون گرایش های دست راستی توی دولت که میخوان این مسئله رو محدود کنن، به فاکتور خیلی تنگ نظرانه به فاکتور اختصاص بودجه و هزینه تو این زمینه انگشت گذاشتن و یه بهانه قانونی هم براش آوردن، یعنی محکمه پسند، که اگر اینا غرق زبان مادری خودشون بشن، اون وقت دیگه مسئله اینتگریشن و پیوند خوردن با جامعه جدید از بین میره. درست همون متدولوژی که تو صحبت آقای شفایی عزیز هم بود در مورد بهانه هایی که میتراشن و اینکه اگه همه دارای یک زبان نباشن بازده کم میشه و هزار و یک بهانه دیگه، در حالی که بحث مقابل نشون میده اگر
کودکان به خصوص نتونن به زبان مادری خودشون تکلم که هیچی، حتی کتابای درسی داشته باشن که دانش رو به زبانی در درجه اول یاد بگیرن که پایش رو اونجا گذاشته شده. یعنی همون مثالایی که تو صحبت قبلیم زدم در مورد مجموعه چیزایی که ما یاد میگیریم از محیطمون و خودمون، اگه این رو به صورت کتاب یاد بگیرن به مراتب پیشرفتشون تو جامعه بیشتره و حتی با توجه به اصطلاح تثبیت هویتشون، به رسمیت شناختن هویت به معنی آن چیزی که هستی، کردی، ترکی، بلوچی، ایرانی هستی، پاکستانی هستی، افغانستانی هستی یا انگلیسی، وقتی که این هویت به رسمیت شناخته میشه از طریق اجازه آموزش به زبان مادری، این انسان انسان کاملتریست و خیلی هم بهتر میتونه حتی با محیط بزرگتر و جامعه، حالا در مورد کسایی که مهاجرت یا پناهندگی دارن، محیط جدید خودش رو وفق بده. در صورت کوچکترین کمبودی در هویت انسانی، این انسان همیشه دور از اجتماع قرار خواهد گرفت. اینا دیگه از هل من الشمس و تمام تحقیقات علمی نشون داده. پس بنابراین اون کسایی که به این بهانه ها میخوان جلوی این مسئله رو بگیرن، چون کاملا اثبات شده به لحاظ علمی که آموزش زبان دوم به مراتب برای کودکان آسان تر خواهد بود اگر به زبان مادری خودشون تسلط داشته باشن. شاید یکی از دلایل بیسوادی وسیع در جامعه ایران هم همین چند ملیتی به یه معنی بودن کشور ایران و ممنوعیت آموزش به زبان مادری به طور عملی، حالا قانونش آقای شفایی عزیز توضیح دادن، ولی حتی به لحاظ عملی و در سطح جامعه به یه نوعی ممنوع آموزش به زبان مادری. اما دلایلش چیه؟ خب کشور ایران تو این زمینه واقعا تو همه جوامع دیگه استثناست از نظر عملکرد مستقیم به خصوص علیه کودکان که سلولای بنیادی هر جامعه‌ای هستند. به نظر من تزریقاتی که علیه کودکان در کشور ایران وجود داره رو قانونی به خصوص شما در هیچ کجای کره زمین نمیبینید، برای اینکه اونا یک دولت بسیار خودمحور، نه تنها زبان بلکه مذهب، همه جنبه های مختلف انسانی رو میخوان کانالیزه کنن تو یک نوع معین، اونم ورژنی که اونا دارن از دین اسلام. بنابراین نه هویت ملی براشون مهمه، نه مسئله سواد و آموزش براشون زیاد اهمیت داره. اگه میداشت 200 میلیون بی سواد و کم سواد در 20 میلیون بی سواد و کم سواد در کشور ایران ما نداشتیم، و به این دلیل اونا اصلا به این مسائل اهمیت نمیدن. خود امر آموزش و تحصیل حتی حالا به همون زبان مرکزی، روز به روز تعداد کودکانی که خارج چرخه تحصیل قرار میگیرن بیشتر میشه، روز به روز تعداد کودکانی که از مدرسه فرار میکنن به خاطر محیطهای خشن بیشتر میشه. بنابراین اساسا تو دستور کار اونا آموزش واقعی و علمی کودکان وجود نداره. الان 2 سال از تفکیک جنسیتی کتابهای درسی در کشور ایران گذشت، نزدیک به 3 ساله که ماتریال آموزشی تفکیک جنسیتی شده. به همین دلیل به حقوق ملیت‌ها، اقوام، زبان‌های مادری کوچکترین توجهی نمیشه. شما مفصل‌ترش توی یکی از این شماره‌های داروگ، من یک کار نیمچه تحقیقی را در مورد امر آموزش در کشور ایران
29 مدرسه در ایران وجود داره که 18 نو حالا 18 تا میگن بی یا 20 تا، حالا دو تا مدرسه دیگر هم میشمارن میگن 20 تا، حالا فرض کنیم همون 18 تا، 17 تاش مدارس اسلامیه. یک مدرسه دولتی داریم با کمترین امکانات ممکن، اقلا 5-6 تا از این مدارس اختصاص داره به جانبازان، شهدای جنگ، خانواده های اونا، و بیشترین امکانات اقتصادی رو این بخش، اگه اشتباه نکنم اسم اون مجله رو، مجله دانش در سال 2005، 14 سال پیش مطلبی رو درج کرده بود که از خود داخل کشوره که 75% هزینه آموزش و پرورش خرج مدارس اسلامی در کشورهای امارات میشه توسط دولت ایران. و همین دلیله که علارغمی که در قانون اساسی هست بچه ها نباید شهریه بپردازن، پول مجبورن برای ثبت نام بدن پدر مادرها. یکی از عوامل نرفتن بچه ها به مدرسه بعضی وقتا همین خرج کتاب و قلم و پرداخت شهری است. و حالا خود بخوانید حدیث مفصل، به اضافه از مجموع 18 نو مدرسه که البته مدرسه کانکسی و مدرسه آغولی در بسیاری از مناطق محروم کشور، بچه ها تو آغول گوسفندا مورد آموزش قرار می گیرن. مدرسه کپری، مدرسه آغولی، مدرسه کانکسی میشه برای کودکان محروم و یه مدرسه دولتی، بقیه از مدارس نخبگانه که اکثرا هم تم مذهبی داره، از معارف اسلامی گرفته تا مدرسه های تیزهوشان، که تازه مدرسه تیزهوشان که قرار بوده یک ارفاقی بکنه به بچه های خانواده های محروم که بتونن از منابع بهتری برخوردار بشن، بر اساس همین کاری که من کردم و نوشته های روزنامه خود داخل کشور، اختصاص پیدا میکنه باز هم به آقازاده ها که با خرج کمتری بچهشون تو مدرسه دولتی در سطح بالا بذارن. بنابراین اصلا به نظر من اینا اصلا مسئله شون کودک نیست، مسئله شون سواد نیست، مسئله شون تقویت هویت انسانی به معنی زبان مادری، قوم و فرهنگ خاص خودشون نیست و به بهانه های مختلف سعی میکنن جلوی این چیزها رو عملا بگیرن، همینطوری که در زمینه های مختلف این کار رو کردن. آموزش زبان مادری یعنی هویت انسانی و نگفته پیداست که اینها در مجموع با هویت انسان چی کار کردن تو اون جامعه. آقای شفایی فرمودن که فعالینی رو که در عرصه زبان مادری دارن کار میکنن رو دستگیر و زندانی میکنن. به هر حال من امیدوارم که تونسته باشم پاسخ سوال شما رو گفته باشم و حتما بهانه های محکمه پسند دارن، از جمله همون چیزایی که عرض خدمتتون به فرمودن آقای شفایی، و اگه لازم باشه تو ادامه صحبت اگه چیزی به عقل ناقص بنده برسه خدمتتون عرض میکنم. بفرمایید. بازم ممنونم از شاهزیهات بسیار رامه شما بانو بهار عزیز، در خدمت جناب شفایی هستیم. جناب شفایی، در صحبت هایی که اشاره شده بود فرموده بودید که یکسانسازی زبان هستش که ممکنه ایجاد مشکل بکنه در جامعه. لطفا این مسئله رو برای شنوندگان باز کنید و دلایل ضعف یا حالا نواقص یا ایراداتی که به این مسئله وارد میشه و ممکن هست پیش بیاد رو هم مطرح کنید و اشاره داشته باشید. در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
با تشکر من ادامه صحبتم و پاسخ شما رو اینجوری میتونم بدم که این اندیشه که زبان مادری در واقع باعث تجزیه یه مملکت میشه یا اونایی که مدعی وطن پرستی هستند در واقع اونا به دلیل ناآگاهی این حادثه رو ایجاد میکنن و عملا باعث میشن که اقوام و مللی که در داخل کشور مثل کشور ایران وجود دارن احساس نارضایتی بکنن و مجبور میشن عکس العمل های دیگری نشان بدن، وگرنه کسایی که بتونن با زبان مادری خودشون درس بخونن، زندگی بکنن و بتونن با هم در آرامش زندگی بکنن هیچگاه علاقمند به جدایی نخواهند بود. ما یه نمونه داریم، نمونه کشور سوئیس که به سه زبان رسمی دارن کار میکنن: زبان ایتالیایی، زبان آلمانی و زبان فرانسوی، که تمام قواعد، تمام قوانینی که میخوان صادر بکنن به همین سه زبان هست و میفرستن. هر کدوم هم در منطقه خودشون به زبان خودشون درس میخونن، به زبان خودشون تحصیل میکنن، به زبان خودشون در واقع حرکت میکنن و این سه زبان دارن در کنار هم زندگی میکنن. هیچ مانعی وجود نداره در این که کسی که در قسمت فرانسوی زبان داره تحصیل میکنه یه روزی بخواد بره در قسمت آلمانی زبان تحصیل کنه، خب هم میتونه بره زبان دومش رو بکنه زبان آلمانی و بره به زبان آلمانی تحصیل کنه یا به زبان ایتالیایی بره تحصیل کنه. همونطوری که در واقع میبینیم ماها که به عنوان مهاجر الان هستیم وارد کشورهای دیگری میشیم از همین زبان داریم استفاده میکنیم، یعنی ما مجبوریم بیایم به همین زبان که مهاجرت کردیم در این کشور درس بخونیم، در این کشور زندگی بکنیم. هیچ مانعی نداره و این در واقع مسئله‌ای که دوستان توجه نمی‌کنند و من اعتقادم بر اینه که وقتی که در یک جامعه ای فرض می‌کنیم در جامعه کردستان اگر به زبان کردی درس بخونن، اگر به زبان کردی بتونن به دانشگاه برن و بتونن کارشون رو انجام بدن، خب نیازی اصلا به مهاجرت ندارن چون خودشون تحصیلشون رو میکنن، تا دانشگاهشون رو میرن، کتاباشون رو به زبان کردی میخونن و دارن زندگی میکنن. اگر یه روزی خواست بره دوره عالیشو در تهران ببینه، خب میره زبان فارسی یاد میگیره، همونطوری که بخواد دوره عالی ببینه بیاد مثلا در انگلیس به زبان انگلیسی باید بره آموزش ببینه. این اصلا مانعی نداره و هیچ اشکالی وجود نداره، ولی گاهی میشنویم که بعضی از همین دوستان حالا فعالین ما، دوستایی که میشنویم، توی بحثی ما داشتیم برگشت گفتش که یعنی من اگر که خواستم برم به ترکمن صحرا بایستی ویزا بگیرم برم. گفتم اولا که اگه تو بخوای بری اونجا، اگر یه روزی هم فکر کنی باید ویزا بگیری بری، خب هیچ اشکال نداره، ویزا بگیر و برو، تو یه نفری ولی اونا 1,000,000 نفرن. یعنی تو برای منافع یک نفر خودت حاضری 1,000,000 انسان اونجا وادار بکنی که به زبان مادریشون حرف نزنن، به زبانی که تو بلدی حرف بزنن و بعداً در واقع مستقل هم نشون. مثلا نیازی نیست، دست مستقل نمیشن. اگر قرار بود جامعه‌ای مثل جامعه ایرانی ها جدا بشن و از هم فاصله بگیرن، هیچ وقت این ترکیبی که قرنها است، یعنی اصلا هزاره است، یعنی از 2000 3000 داریم در کنار هم زندگی میکنیم، نمیتونیم جدا بشیم، برای که به همه به هم وصلیم. من پدر مادرم ترک هستن، خودم زاده تهرانم اما خودم خرمشهری میدونم، یعنی اصلا محل رشدم برای مهمه. و بعد از که جنگ شد خب پخش شدم، نمیدونم شیراز رفتم، نمیدونم مشهد رفتم و و و. خب این دلیل برای این نمیشه که من بیام بگم که نه من مثلا میخوام مملکتم جدا بشم برم مثلا آذربایجانم بره یه جای دیگه، من برم یه جای دیگه. نه، من دارم در یه کشوری زندگی میکنم که همه جا وطن منه. این فاصله ها رو این اندیشه ها ایجاد میکنه. من زیاد صحبت کردم سر این قضیه، ولی واقعا این امکان وجود داره که ما بتونیم در کنار هم با انواع زبان و انواع لهجه ها با هم زندگی بکنیم، کما اینکه داریم میکنیم. من یه مثال میزنم، شما در مازندران میدونید که در هر شهری برای مثلا کلمه مادر از اصطلاح از کلمات
خاص استفاده میکنم. من متاسفانه بلد نیستم. یعنی اگه بری مثلا توی ساری یه چیزی میشنوی، ولی در مثلا آمول یه چیز دیگه میشنوی، به عنوان مادر یا به عنوان پدر یا به عنوان بریم یا بیایم، این اشکالات، یعنی این فرمول هست، ولی دارن در به عنوان مازندران دارن با هم زندگی میکنن. نه هم دیگه رو کشتن، نه هم دیگه رو مستقل کردن، نه هیچ کدوم نخواستن این کار رو انجام بدن. اینه که واقعا این فقط یه اندیشه است که مزاحمه و مزاحم رشد فرهنگ زبان مادری است. من چند تا مطلبم خواستم مطرح بکنم. ببینید، برای زبان مادری یک سری حقوق وجود داره، یک سری حق وجود داره. اولین چیزی که وجود داره برای شخص، باعث میشه که شخص صاحب یک عنوان، یک عضو یکی از یک جمعیت زبانی باشه. مثلا من اگر کرد هستم، به عنوان عضو جامعه کرد هستم، یا من اگر مثلا فارس هستم، عضو جامعه زبانی فارس هستم، یا اگر بلوچ هستم، عضو این جامعه هستم. یعنی یک هویت من دارم اینجا، و این حق شخصی هر کسیه که بتونه از این زبان مادری خودش در همه جا استفاده کنه، در مکانهای خصوصی یا حتی عمومی. این حق باید باشه. باز اون شخص حق داره که از نام خودش که محصول اون زبان خودش هست استفاده کنه. نباید حتما این نام یه نام دیگری باشه، حتما میتونه از زبان، یعنی اصطلاحات زبان مادری خودش باشه. و حتی اون شخص ضرورت داره که بتونه با سایر جمعیت‌های زبانی دیگه بتونه ارتباط داشته باشه و مناسبات ایجاد بکنه با زبان مادری خودش و با بقیه زبان‌ها. که بحث مهاجرین هم هست که در واقع می‌بینید که ماها که مهاجرت می‌کنیم، زبان خودمون رو داریم، استفاده می‌کنیم، ولی از زبان دیگری هم استفاده می‌کنیم و داریم به اصطلاح ارتباط ایجاد میشه. و یه مسئله مهم اینه که هر شخصی حق داره که این فرهنگ خودش رو حفظ بکنه، یعنی زبان مادری خودش رو و فرهنگش رو با زبان خودش حفظ بکنه و حتی بتونه تبلیغ بکنه، گسترش کنه، یعنی بتونه کتاب به زبان مادری خودش بنویسه. این مثلا جزء حقوق فردی هر کسیه که برای زبان مادریش هست. اما یه سری حقوق هم وجود داره برای خود گروه های زبانی، یعنی برای شخص نه، برای گروه زبانی. هر گروه زبانی حق داره که فرهنگ خودشو داشته باشه، کتابای خودشو داشته باشه و بتونه آموزش بده و بتونه آموزشگاه ها رو ایجاد کنه و برای زبان خودش کارشو انجام بده. و هر گروه زبانی باید تلاش کنه برای به دست آوردن اون فرهنگ زبانی خودش و بتونه دانشگاهشو بزنه، بتونه مثلا دبیرستان، دبستان، تمام اینا رو بزنه، با زبان خودش بتونه این کارو ایجاد بکنه. برای در حتما گروه زبانی تلاش میکنه که بتونه با از طریق رسانه‌های جمعی هم بتونه ارتباط جمعی داشته باشه و بتونه با همه زبان‌ها ارتباط داشته باشه و بتونه رابطه فرهنگی داشته باشه. اینا مواردیه که در واقع حقوقیه که به اصطلاح برای زبان مادری وجود داره و من پیشنهاد میکنم که روش بیشتر کار بشه و صحبت بشه. و برای تکمیل حرفم هم این هستش که بیایم این اندیشه رو داشته باشیم که ما با زبان مادریمون ارتباطمون قوی تر، در کنار هم بهتر و با هم بهتر میتونیم زندگی بکنیم، تا اینکه بیایم یک زبانی رو برتر از زبان دیگری بدونیم. یکی از معضلاتی که الان در جامعه ما وجود داره به عینه داریم میبینیم. ما یک دین رسمی داریم. حالا کاری نداریم که گفتن الالعبد، هیچ کس هم نمیتونه بگه این دین تغییر باید بکنه. ولی اصلا چرا باید دین رسمی داشته باشی؟ چون وقتی دین رسمی داشته باشید، سایر ادیان میرن به حاشیه. کمان که دارید میبینید. همینطور که بگیم زبان رسمی داشته باشیم، در واقع با زبان رسمی هم ما سایر زبانها رو بریم به حاشیه. و الان داریم میبینیم که کتابی به نام
به زبان کردی، زبان ترکی، به زبان حتی عربیت، بچه های ایران به زبان عربی کتاب نمی نویسن، به فارسی می نویسن، حتی بلوچ ها، ترکمن ها، ترکان قشقایی، یا حتی به صلاح کسایی در مازندران هستن، بندر عباس هستن و صاحب لهجه های مخصوص در گیلان هستن. و متاسفانه این خودش باعث از بین رفتن اون نگاه رشدگونه هست. خب طبیعی اینا حاصل اون جامعه که صاحب دیکتاتوره و جامعه که دچار عدم آگاهی شده و این عدم آگاهی اجازه میده که اون جمعیتی بیان و مسلط بشن به جامعه ما. من امیدوارم که تونسته باشم صحبتامو گفته باشم، ولی اگر لازم باشه من یه مطلبی رو در رابطه با بحث مهاجرین بگم. میدونید که در خود اعلامیه، در خود کنوانسیون سال 96 هم روش قید شده که کسایی که به عنوان مهاجر میرن میتونن از زبان مادری خودشون استفاده بکنن و از زبان مادریشون استفاده بشه بدون اینکه صدمه ای به زبان یا فرهنگ اون جامعه‌ای که هستن بزنه. طبیعیه، الان مثال خیلی خوبی رو در کشور سوئد زدن که 179 زبان داره در یک مدرسه تدریس میشه و این خیلی عالیه، چون به هر حال اون کودک میتونه با اون زبان مادری خودش رشد بکنه و بلافاصله میتونه زبان جدید رو آموزش ببینه و بتونه به دو زبان مسلط بشه و حرکت بکنه. نتیجتاً حالا اون که اثبات هم شده، حالا من کار علمیش رو بلد نیستم، ولی قاعدتاً همینطوره که کسی که یک زبان رو بلده و با زبان دوم، یعنی زبان مادریش که 7-8 سال زندگی کرده و از کلاس سوم چهارم دبستان زبان جدید رو یاد بگیره، طبیعیه با اون زبان جدید خیلی سریعتر مسلط میشه و میتونه جزو زبان اصلیش هم قرار بگیره. بسیار ممنونم به شفای از توضیحات کاملتون. پس من از شما میخوام جناب شفای عزیز که صحبت‌های پایانی شما رو به عنوان راه حل نهایی برای کاهش نقش منفی این گونه تعارضات و تضادهایی که در اندیشه و ناشی از ناآگاهی هست به وجود میاد در جامعه، چه راه حلی رو پیشنهاد میدید و به عنوان سخن پایانی خودتون برای شنوندگان چه پیشنهاداتی دارید؟ بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم. من میتونم برای صحبت پایانی بگم که ببینیم در ایران چگونه در واقع راجع به زبان مادری کار میکنه. البته شما خودتونم گفتید، من اولا همیشه میگم برای رشد ما به یه اصل احتیاج داریم و اون اصل آگاهی است. یعنی ما با آگاهی و آگاهی میتونیم رشد کنیم. در ناآگاهی و در کنار بودن از مطالعه عملا دچار مشکلاتی میشیم که عملا هم داریم میبینیم. یعنی من همیشه این مثال میزنم، من نسل پهلوی هستم، در دوره پهلوی هیچ وقت با تمام تحصیلاتی که داشتم راجع به حقوق بشر و اعلامیه جامعه بشر که 30 ماده هست و اصلا نخوندم و سایرین هم که مال نسل جمهوری هستن اونا خوندن. یعنی این 30 ماده که همش در دو صفحه میتونه قرار بگیره در هیچ کتاب درسی دوره پهلوی و دوره فعلی شما نمیتونید بخونید و این اون موضوعیه که عملا باعث شده که دیکتاتور بتونه یا کسایی که به صاحب منصب هستن بتونن به قول معروف هر کاری دلشون بخواد بکنن و عملا باعث سرکوب مردم بشن. پس آگاهی است. حالا آگاهی رو چگونه به دست بیاریم؟ اول با مطالعه قانون اساسی کشور خودمون. ما اصلا قانون اساسی کشورمون رو نمیخونیم چون ناراضی هستیم، میگیم این که به درد نمیخوره، ولی با بخونیم توش هست. برای زبان مادری اصل 15 دقیقاً قید کرده استفاده از زبان‌های محلی قومی در مطبوعات، رسانه‌ها، تدریس ادبیات در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. و همینطور اصل 19 که باز میگه که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای باشن از حقوق مساوی برابرند، برخوردارند.
رنگ، زبان، نژاد سبب امتیاز نیست. اصل 22، اصل 23 تفتیش عقیده میگه اینا چیزایی که وجود داره در قانون اساسیمون و ما میتونیم به اینا استناد بکنیم که بتونیم انجام بدیم، و بعد با آگاهی و مطالعه که میکنیم میتونیم بریم میثاق‌ها، کنوانسیون‌های عرض کنم بین المللی حقوق مدنی سیاسی رو بریم ببینیم که در اصل در ماده 27 همینطور حقوق اقتصادی اجتماعی که اینا در سال 1966 به اصطلاح به امضای تمام کشورهای جهان رسیده و همینطور ایران امضا کرده و در سال 1974 و 75 هم در واقع در مجلس تصویب کرده و عملا زبان مادری رو به رسمیت پذیرفتن. اینه که این و یا حتی کنوانسیون حقوق کودک که خود جمهوری اسلامی امضا کرده که در ماده 30 کنوانسیونش اعلام کرده که الان من براتون میخونم، در کشورهایی که اقوام مختلف و پیروان دینی و مذهبی با زبان پیروان دینی مذهبی یا زبانی با افراد یا منشأ بومی وجود دارند، کودک متعلق به این گونه اقوام کودک بومی تلقی میشه که باید از فرهنگ خودش برخوردار بشه، از مذهب خودش برخوردار بشه و از زبان خودش میتونه استفاده بکنه. یعنی در واقع تو خود کنوانسیون عنوان شده و اصلا خواسته شده که دولت‌ها وظیفه دارن اینو ترمیم بدن. یا در همین اصل 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی اعلام شده که تمام کشورها اقوام و نژاد مختلف دارن، باز نوشته که با پیروان دینی و مذهبی و یا زبانی، یعنی اینا همیشه اون بحث زبان جزء به اصطلاح پیروان این به اصطلاح ایراج به این قضیه گفته شده و گفتن که حق تشکیل اجتماعات دارن، حق بهره‌مندی از فرهنگ دارن، حق تبلیغ فرهنگشون رو دارن، اینا همه رو دارن. اینه که اینا مسائلیه که فقط من میگم اینا همش با مطالعه میشه و بدون آگاهی عملا اون رشد رو ما نمیبینیم. من حتی میتونم پیشنهاد بدم به گروه کمیته آموزش پژوهش ما که اصلا راجع به زبان مادری بیان این کنوانسیون ها رو و اینها رو دونه دونه آماده کنن و به عنوان یک معتم میتونم در اختیارتون قرار بدم که به اینو بیاد یک کلیپ درست کنید و منتشر کنیم به عنوان یک موضوع راجع به زبان مادری. غیر از صحبت هایی که امروز شد بخوایم این مواد رو که مال آگاهی هستش، یعنی بدونیم قانون اساسیمون چی میگه، خود منشور زبان مادری چی میگه و عرض کنم که کنوانسیون حقوق زبانی چی میگه و عرض کنم که کنوانسیون حقوق کودک چی میگه و اینها رو ما دونه دونه میتونیم به اصطلاح راجبش صحبت کنیم، بتونیم یک کلیپ 2-3 دقیقه درست کنیم و عرضه کنیم. من باز هم میگم در پایان فقط آگاهی، آگاهی، آگاهی و تلاش ما اینه که باید بتونیم این آگاهی رو به دیگران هم برسونیم. بسیار سپاس از حضور شما و حضورتون در این برنامه جناب شفای عزیز. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و صحبت‌های بانو بهار عزیز رو خواهیم داشت. در پایان بانو بهار لطفاً بفرمایید در صحبت‌های پایانی که برای شنوندگان این برنامه اشاره بفرمایید به برخورد جامعه و والدین به این امر مهم که چقدر میتونه نقش‌آفرین باشه و چقدر میتونه حائز اهمیت باشه. بفرمایید، خواهش میکنم، صحبت شما رو میشنم. طور که جناب شفایی فرمودن، پاشناشیل تمام این مسئله دادن آگاهی و اطلاع رسانی به جامعه است. متاسفانه برخورد خود والدین هم به خصوص ما این رو در بین ایرانیان خارج از جغرافیای ایران با بچه ها میبینیم که متاسفانه اهمیت زبان مادری رو درک نمی کنن و خیلی سریع به عوض این که با بچه هاشون به زبان مادری صحبت کنن، شروع میکنن با زبان کشور جدید با کودکان ارتباط برقرار کردن و این بسیار مشکل در آینده برای بچه ها و خود اونها به وجود خواهد آورد. اما در محدوده جغرافیای کشور هم آگاهی دادن و اطلاع رسانی به جامعه در این زمینه یک اصل بنیادین هست
مسئله دوم تقویت فعالینی که تو این حوزه ها فعالیت میکنن، مثلا علی صداقتی خیاط که شاید تا به حال بیش از 10 هزار تک رو تحت پوشش قرار داده از طریق تربیت معلم با این متد ابداعی بسیار زیبایی که داره که در کوتاهترین ممکن مدت ممکن سواد آموزی میکنه ایشون به بزرگسالان بی سواد و کودکان، و همت کرده ایشون این متد رو با زبانهای کردی، ترکی، آذری، ترکی و بلوچی تا به حال بنیان گذاشته. تقویت این آدم ها که نه تنها کوچکترین کمکی از بالا بهشون نمیشه، حتی متدشون به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه همینجور که تو صحبت ایشون هست خواهش میکنم در اختیار دوستان قرار بدید، ایشون میفرماد که خود معلم های مدرسه دارن میان این متد رو یاد بگیرن، نه اینکه یه چیزی باشه که تقویت بشه از طرف آموزش و پرورش، و تازه ایجاد مانع میکنن در کار اینجور آدم ها. تقویت این آدم ها، این تلاشگران، این دوستانی که دارن تو این زمینه کار میکنن، سازماندهی اعتراض علیه وجود تزریقات برای کار اینا از طریق اطلاع رسانی به جامعه و ایجاد یه شبکه‌ای که بتونه امنیت کاری این عزیزان رو تضمین بکنه، به نظر من یک مسئله مهمیه که وظیفش بر عهده کل جامعه به خصوص خانواده ها که بچه هایی دارن که باید دانش بیاموزن، باید بتونن گلیم خودشون رو در آینده در زندگی از آب بیرون بکشن قرار ده، و این هم ممکن نیست جز از دادن همین آگاهی و مشخص کردن اهمیت این موضوع در افکار عمومی تو جامعه که بسیار موجه و درست و از جنبه کاملا تخصصی حقوقی هم جناب شفایی به این موضوع پرداختن. به غیر از اون در واقع مخاطب قرار دادن معلم ها هست، یعنی یک کار ویژه با خود معلمان که تو این زمینه بتونن آموزش ببینن و به این امر مبادرت بکنن، مثلا خواست چاپ کتاب های درسی به زبان مادری به خصوص در دوره ابتدایی و زبان مرکزی رو به عنوان ماده کناری، مثلا اینکه ما تمام درسامون رو به زبان فارسی میخوندیم و زبان انگلیسی ضمیمه بود، حالا اگر اینم در شرایط حاضر امکان پذیر نیست، حداقل در کنار کتاب های درسی به زبان مرکزی کتاب های درسی سواد آموزی به زبان مادری بچه ها تو این مناطق وجود داشته باشه. ما امروز فقط عمو خیاطه که این کار رو کرده و ایشون فرمود که میشه این کتاب ها رو از سایتش دانلود کرد. به نظر من یکی از وظایفی که میشه انجام داد تکثیر این کتاب هاست و متد آموزشی ایشون برای اینکه هرچه بیشتر، چون به هر حال متاسفانه در کشورهایی که آزادی بیان، آزادی فعالیت سیاسی، آزادی فعالیت حقوق بشری وجود نداره، تمام بار مسئولیت هایی که بنا به تعریف باید بر دوش دولت باشه، بر خود خدمتگزاران به مردم، تلاشگران عرصه های مختلف حقوق بشری قرار میگیره و فعالین اجتماعی. به این معنی تقویت همکاران یکی از مهمترین مسائلی است که باید بهش هرچه بیشتر توجه نشون داد، و به شما تبریک میگم خانم مرادی عزیز، شما واقعا کار زیبایی رو تو این زمینه انجام میدید، برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم روزی روزگاری بشه تو همین دنیای واقعی، همین امروز، که یک شبکه‌ای که بتونه همه ماها رو که هر کدوم به نوعی گوشه ای از کار رو به دست گرفتیم به هم متصل کنه و توی یک فعالیت هماهنگ آدم بتونه تاثیرگذاری بیشتری رو داشته باشه.
آرزوی موفقیت و شادابی برای شما دارم و هم پر می کنم از آقای شفایی عزیز و تو همین رابطه ازشون دعوت می کنم اگه وقت بدن یک مصاحبه با ایشون در نشریه داروگ داشته باشم. من دیگه عرضی ندارم، روز روزگارتون خوش. بسیار ممنون و سپاسگزار از صحبت هایی که داشتید بانو بهار عزیزم و حضور پرمهرتون در این بخش از برنامه. از اینکه دعوتمون رو پاسخ گفتید شما جناب شفایی، بسیار ممنونم از حضورتون و صحبت های بسیار ارزشمند و تجربیات خوبی که داشتید و با ما در میان گذاشتید. امید که بتونیم در این مسیر همونطور که گفته شد به همدیگه متصل بشیم و برنامه های بهتری رو، با کیفیت تری رو بتونیم در کنار هم با موضوعات متعدد داشته باشیم. خب سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم برنامه از اینکه با ما بودید و همچنین بار دیگر تشکر میکنم از حضور مهمانان این بخش از برنامه که ما رو همراهی کردن در این برنامه و همچنین جناب ابوالفضل پرویزی که در بخش ضبط و تدوین برنامه با ما همراه بودند. تا برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به جهانی پر از شاد و سلامت می سپاریم. روزگارتون شاد و ایام به کامتون.